سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه این یه ویدیو خیلی مهمیه که متاسفانه ما دور اطراف خودمون خیلی شاهدش هستیم البته که اینجا خافر ویانه است ولی در کل اگه تو غرب بودیم خب بیشتر هم شاهدش بودیم یعنی به خاطر اینه که من شاید بگم غرب گلستان نیست وگرنه اگه اینجور چیزام نبود احتمالا گلستان بود دلیل نفرت مردم از سیاه از پوست ها از رنگین پوست دیگه نمیدونم از چاخ ها. از زنان از ال و بگیر تا آخر که و حالا چیزای زیادی هستش یادم نیست به خاطر این سیاست های مزخرفه یعنی اولا مردم عادت کرده بودند، ولی شما دارین این عادت رو بجور میکنید تو باسن مردم که حالا جلوتر بهتون میگم این سیاست ها باعث چی شده؟ باز شده که بازی ها معنی اصلیش از دست بده کلیشه بشه فیلم ها کلیشه یا مزخرف بشه دیگه نمیدونم سریال، آهنگ اصلا هرچی هر چی حساب بکنیم کارتون اینا خب مخصوصا کارتون که دیگه بچه هست ممکنه خیلی تحت تاثیر قرار بگیره اینا همه روی مردم تاثیر میذاره که آقا به زور فلان شخصیت رو سیاپوس کردیم به زور فلان شخصیت رو ال کردیم یه مثال بذار براتون بزنم این خب جیمز باند یعنی شخصیت اصلی و خب چند تا بازیگر داره از بازیگرای قدیمی بگیر تا حالا بازیگرای متفاوت اومدن چیکار کردن یک شخصیت لزبیان سیاپوستی که زن هستشو گذاشتن مرد هم نه زن میخواستن چیکار بکنن لزبیان حالا پارتی هست LGBT رو عادی سازی بکنن دیگه چیکار بکنن سیاه پوست بودن یک شخص رو به عنوان یک شخصی که اکتر هستش عادی بکنن و چی؟ شما بگین زن بودن آقا برای مثال شما به این شخصیت عادت کردید بعد یهو بیان اینو تغییر بدن به همچین چیزی ناراحت میشی خب این شخصیت دوست داشتی مثال دارم میزنم البته بعد یهو میان یه شخصیتی مثل اینو میارن آقا ناراحت میشی ولی میای میگی بذار فیلمشو ببینم شاید آقا اصلا یارو خوب بازی کرده باشه اوکی ولی وقتی یهو یه زن میاد وسط که سیاه پوسته که لزبیانه اصلا مهم نیستش نمیدونم چرا دارن داخل این پرانتز میگن که طرف لزبیانه. لزبیان بودنش تاثیری داخل بازیگریش داره سیاه پوست بودنش ارتباطی با بازیگریش داره نه واقعا مزخرفه به تمام معنا چی رو میخوان ثابت کنن من نمیدونم این یه سایتیه به نام کوبرا یه همچین اسمی داره اگه اشتباه نکنم خب خیلی اومدن راجع همچین قضیه صحبت کردن و یکی از ترین چیزا حالا من گمش کردم متاسفانه یکی از ترین چیزایی که من اینجا دیدم این بود که اومد گفتش که امریکا در چند سال اخیر خوب به مردم حالی کرده که یه روزی جای گناهکار و ستمگر عوض میشه یعنی چی؟ یعنی من مثلا LGBT چند دهه اخیر اگه مثلا مورد آزار اذیت قرار میگرفتن به من میگفتن بیمار الان وقتشی که انتقام بگیرم تفکرش مثلا اینجوری بود که آقا اون موقع بردهداری وجود داشت و اینا سیاه پوستا اذیت می شدن و الان وقتشی که سفید پوستا اذیت بشن و واسه همینه که یه شخصی حالا داخل مجازی یه الژی می میبینه شروع میکنه به فوشکش کردن او تو اون زاده بیمار کسافت فلان چرا چون مثلا همچین اتفاقاتی افتاده متاسفانه افراطی خیلی داریم درسته ولی ربطی به LGBT بودن یه شخص نداره یعنی شما باید عملا یقه اون کسی که این سیاست ها رو بنا کرده رو بگیری که آقا تو اصلا غلط کردی همچین قوانینی درست کردی چه ربطی داره اصلا بر چی باید یه شخصیت رو به زور پوست بکنی شما این پوستر یه نگاهی بنداز این فیلم تایتانیکه چرا آخه حالا این هیچی میان پایین تر چه... چرا چرا آقا چرا واقعا چرا میخوان چینکا چرا بزوره حالا جالبه همشون هم سیاه پوست؟ یه دونه سفید پوست نداریم چرا چرا اذیت میکنین مردم آقا یارو با اون شخصیت هری پاتری که اصلی اصلش خیلی کنار میاد با اینا کنار نمیاد بعد مثلا فیلم خوب فروش نمیره سریال خوب فروش نمیره بازی خوب فروش نمیره کارتون خوب فروش نمیره بعد انگ میزنن آ شما ریسیست فیلمی که ساختی با نخریدین آقا گند زدن از خودتونه دارید شیاف میکنید تو کونه مردم آقا یه مثال ساده تر بزنم قضیه حجاب تو ایران دیگه از این ساده تر دوستان به زور دارن می... ها هجاب بکن تو سرت الان نگه آزاد شد اینم به لطف این اعتراضات که صورت گرفته میبینیم حالا چند نفر به قول وضعی سرلخت که یه اسم بدیه به نظرم بدون هجاب میاد بیرون اونم به لطف همین اعتراضاته یعنی باور کنید گردن کلفتانه بعضیا باز می اومدن اگر اعتراضات نبود چه وضعشه چادر سرت بکن فلان بکن نمیدونم روسری بذار رو سرت ولی نه اگه دقت بکنید انقدر فورس کردن رو مردم تو با حتما حجاب نمیدونم حجاب سر کنی یا فلان بکنی مردم حالشون به هم خورد میگه آقا من نمیخوام نه با بخوای اجباریه اینم هم همین آقا وقتی شما به زور شخصیت های سیاه رو وارد فیلم میخوای بکنی دکتر هو آخه چه ربطی به یه سیاه پوست مثلا اینم کاری این هم پوسترش من قبلا دیده بودم یه سفید پوست اونجا بود و چاق میارن تو فیلم که او من عادت کردم که واو یه چاقو دیدم دیگه گیر ندم چون داخل یه فیلم بازی کرده این شمع. مثلا تو چند تا فیلم چندین تا چاق وجود داره چاق لزبیان سیاپوست چاق گی سیاپوست کار دارید میکنه دوستان این راهش نیست دا. این واقعا راهش نیست یه چیزی داریم به نام بادی شیمینگ خب اینجا هم نوشته تن شرمی حالا نوشته کاری یه عملیه که شما طرفو مسخره میکنی ویژگی های صورتش طرف مثلا ببخشید دختره ولی خب موهای صورتش زیاد مسخرهش میکنن میگن هه شب شبیه مردایی یا برعکس مثلا یه پسری که اصطلاح بهش میگن کوسه صورتش مو نداره و بهش میان میگن که اه هه شبیه دخترایی شبیه ترنسایی شب ابا خواهرایی البته اینم بگم دوستان من خودم خیلی روش سیبیل در میارم ولی میزنم یعنی فکر نکنید منم کوسم ای کاش کوسه بودم ای کاش بودم اصلا برام مهم نبود کسی منو مسخره کنه ولی نیست <متصفح> یه سری چیزا هم خب شما نقشی توش نداری برای مثال تاسی دیگه نمیدونم چشات ضعیفه داخل ایران بهت میگن چارچش معلولیت داری بهت میگن معلول حتی اندازه آلت تناسلی هم مسخره میکنن واقعا عجیبه این واقعا خوب نیست ولی اینکه شما به زور بیای همین ها رو داخل فیلم بیاری که عادی بشه اینم خوب نیست یعنی تو فیلم باید سعی کنی حتی شده یه سکانسایی بیای مثلا نشون بدی شخصیت اصلیه ریده به یه شخصی که میخواد مثلا یه نفر رو بادی شیمینگ بکنه خب وقتی اون شخص جذاب باشه میتونه الگویی باشه واسه اون کسی که بیننده است که آقا مثلا بادی شیمی خوب نیست ولی نه اینکه شخصیت اصلی طرف اصلا اینقدر شکم داره بعد گی لزبیان فلانه نمیدونم سیاپوسته بعد هیچ کس هم اون شخصیت اصلی رو دوست نداره یه جنبشی دارین جنبش خیلی ترسناک هم هست جنبش پذیرش چاقی جنبش پذیرش چاقی چیه یعنی اینکه آقا من چاقم همینه که هست من گردانم کلوفت میخوام چاق باشم من شنیده بودم یکی از همین اشخاصی که جز همین جنبش ها بود یعنی رهبریتشو رو اگه اشتباه نکنم داشت خلاص اون بالا بالا ها بود سکته کرد و مرد چاقی یه طرف مسخره کردن چاقی هم یه طرف آقا اونایی که چاقن و من نمیگم مسخره بکنی ولی چاقی خوب نیست لاغری بیش از حدم خوب نیست اصلا هیچ کدوم خوب نیست آقا جون آدم باید فیت باشه بدنش جفتش خوب نیست نه پذیرش چاقی خوبه و نه اینکه بیای بکوبی تو سر چاق و تو گامبالوی کسافت چاق چله برو ورزش کن دیگه این خوب نیست این طرف رو ناراحت میکنی اعتماد به نفسش میاری پایین تو سری خورش میکنی ولی اینکه نه 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 اصلا 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 تو کون آدم نمیده آقا اصلا مثال میزنیم شما فکر میکنی من ریسیستم این فیلمو کی دیده من یک افسانه هستم ویل اسمیت توش بازی میکنه ویل اسمیت که خودتون میدونید یکی از فوق العاده ترین بازیگرایی که من واقعا میتونم بشینم و بیشتر فیلم هایی که بازی کرده رو ببینم خیلی دوستش دارم حالا کار به اون حاشیه و چک و اینجور چیزام نداریم ولی واقعا فیلم فوق ایه اصلا دقت نکردم که ای یورو سیاپوست این فیلم نمیبینم فیلم فوق است فیلم خیلی قشنگه الان تو اینو وردار یه سفید پوست بذار آقا نه اصلا یه دونه سیاپوست بذار من بدم میاد چون با این شخصیت عادت کردم شخصیتش فوق است فیلمش فوقالعاده است چرا من باید اصلا یه همچین تهمتی به من بزنن که تو ریسیست هستی چرا چون که با سیاست افراطی ما مخالفی آقا مردان سیاه پوش اومدن سفید پوست گذاشتن یعنی اون دوتا شخصیت اصلی مردان سیاه پوش رو ورداشتن وایستا مردان سیاه پوش اصلی هم به شما نشون بدن یک تا سه نیا کنید این شخصیت هاشه. یه دونه سیاه پوست که ویل و یه دونه هم سفید پوست اسم این بازیگر من متاسفانه نمیدونم قبلا شینده بودم ولی یادم رفته اینا رو برداشتن اینو گذاشتن یه زن گذاشتن با یه مرد نمیگم فیلمش افتضاح بود ولی حس خوبی نسبت بهش نداشتم آقا من احساس میکنم مردان سیاپوش که تا سه قسمت تا سه قسمت اومدید همچین شخصیت گذاشته یهو بیاد اینجوری عوضش بکنید بر من زیاد چیز نیست جذبه نداره حالا جالبه از مثلا الان یه سیاست های جدیدی هم اومده که آقا پیرا به درد نمیخورن یه همچین چیزی و الان جوان سالاری اگه اشتباه نکنم الان میان میگن مثلا نمیدونم این کسایی که پیرن به درد نمیخورن دیگه باید دورشون انداخت جوانگرایی اومده یعنی آدم های جوون بیارید آقا من مشکلی با جوون ها ندارم ولی وقتی یه بازیگری خوبه و مردم بهش عادت کردن حتی تا زمان مرگ بذارید بازیشو بکنه و بعد مرگ که کارش نمیشه کرد نمیدونم من این فیلمو خب خانوادم دیدن من خودم ندیدم زیاد کامل ولی اگه فیلم قشنگیه که اوکی یه نمره قابل قبول بدیم ولی من عادت ندارم متاسفانه حالا شما هر اسمی که میخواین بذارین بذارین آقا یه مثال دیگه بزنم دزدان دریایی کارایی سراحتا بگین لطفا خواهشن بگید شما برای چی ممکنه دزدان دریایی کارایی رو ببینید کدوم شخصیت موج میزنه جانی دپ که سر اتفاقاتی هم که با زنش افتاده بود میخواستن دیگه اصلا از بازیگری اینا عقب بندازن و نذارن دیگه بازی کنه چیزی هم که اصلا خودش هم مقصر نبود حالا این برای این بر وقتی بود که های دادگاه بود حالا نمیدونم بعد از اتمام دادگاه یا این قضیه از بین رفته یا نه ولی دوستان فیلم فوق خیلی دوستش دارن اگه مثلا این وردارن یه یه پوست آقا سیاه پوست به درک سفید پوست بذارن شما میبینی فیلمو یه سفید پوست دیگه بذارن یه رنگین پوست بذارن میبینی ببینی هم اون حس هایپ بودنه دیگه به دست نمیده چون خیلی عادت کردن با این جانی دپ یارو کارش فوق العاده است برای چی بدت بیاد؟ مردم عادت کردن چرا بدش؟ آقا لطفا خواهشن جان هر کسی که دوست دارید انقدر اینا رو ارتباط با ما ندین انقدر اینا رو ارتباط ندین با ما هر جا من میبینم طرف میاد میگه که او LGBT و کسافتن هرروم بیمارن فلان یارو اومده بیماری های نوشته؟ بیماریهایی نوشته که شما حتی با دختر هم ارتباط داشته باشی محافظت شده نباشه اون بیماری ها رو میگیریم اصلا گیریم مریض باشیم شما مریض ها رو کتک میزنید میگیم مریض اصلا کار ندارم هست یا نه مریض رو کتک میزنید مریض ها رو می اذیت میکنید الان مثال دارم میزنم یه نفر بیماری اختلال روانی داره شما میای انگولکش میکنی تو مرض یه چیز دیگه است مطمئنم چون من میدونم حتی ممکنه پدر مادرت از روی نادانی و البته لطفشون بیان بگن آخه طرف مریضه نمیدونه اطلاعات زیادی راجع به قضیه نداره ولی میاد که آخه طرف مریضه لاک میزنه آرایش میکنه امیدوارم که خدا شفاش بده حالش خوب بشه فلان بشه دل پدر مادرت پاکتر از خودته خود کسافتت و من آمدم سیاست ها رو اینجا توضیح دادم و نمیتونی بیای اینا رو ارتباط با ما بدی اصلا شما که داخل ایران هستی الان اولویتت باید کشتن آخوند و بسیجی باشه تا ال چون تا جایی که من میدونم با این کشوری که من میبینم وقتی تازه میخوای یه ترانس جندر رو معاف کنی به عنوان بیمار روانی داخل علت معافیت طرف رو پرت میکنم بیرون من فکر نمی کنم این سیاست ها بتونه داخل کشور ما باشه پس به جای اینکه انقدر بیای بی آزار و آزار بدی برو آزار دهندگان رو آزار بده نمونش آخوندا که دزد هستن از عملا بسیجی ها این همه گزینه داری تو نه نه الژی بی تی زنگرایی خود شفات بده خود شفات بده خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین آقا این یکی از هدیه ها و اینم دومی هدیه ای که برای بنده ارسال شده یه هدیه دیگه اگه اشتما نکنم برای من ارسال قرار بشه و من خیلی هایف میکنه و دوستان متاسفانه یا خوشبختانه من دقیق روز تولدم نمیتونم تولد بگیرم و احتمالا این کادواتونو رو قرار ببرم رشت صد درصد نه ولی احتمال زیاد ببرم رشت و اونجا باز کنیم با دوستمون و ازتون تشکر کنیم خیلی دوستتون دارم فعلا خدا نگهدار این تو کون کسی که با من مشکل داره تا اینجا خوبه تا اینجا چی تا اینجا که دیگه میمیری بدش کن فعلا خدا فیس